ملت شریف ایران، میدانم که این روزها سر کیف هستید، بعد هم سر کیف هستید، الکی ادای حال بدهایی که زیر فشار اقتصادی هستند را در نیاورید. میخواهم این مژده را به شما بدهم که ما نمایندگان شما که در واقع نماینده تمام اقشار جامعه، ام از پزشکان، پرستاران، داروسازان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای هستیم، خود را به نیابت از شما در اولویت اول دریافت واکسن کرونا قرار دادیم و این ریسک بزرگ را پذیرفتیم تا به جای شما در معرض خطرات و عوارض احتمالی این واکسن که تنها بخش کوچکی از آن را در کانال تلگرامی حکیم تبریزیان میتواندید قرار دهید. در این راستا حتی پیشنهاد نمودیم تا خطر آفرین ترین و پرریسک‌ترین نوع این واکسن که همانا واکسن فایزر است را به ما تزریق کنند. این کار رشادتی می طلبد که نمونه کوچک آن را در شجاعت هنرمند بزرگ و مردمی شهاب حسینی دیدیم که با ماکس نمادین خود که در واقع استعاره ای از سرحال بودن و سر کیف بودن و برقرار بودن ملت ایران بود، تن به واکسن دشمن. در نظر داشته باشید که ما مسئولین نیز به نوعی جزوی از کادر درمان محسوب می شویم. ما هم مدرک من دکتراست، هم در حال احیای اقتصاد بیمار کشور هستیم و هم در خط مقدم مبارزه با ویروس تحریم قرار داریم. آری، مایی که هر چهار سال یک بار در معرض خطر از دست دادن صندلی های خود هستیم، گروه پرخطر محسوب می شویم، نه بیماران دیابتی و افراد دارای ضعف سیستم ایمنی. واکسینه شدن نمایندگان در برابر ویروس کرونا به پیشبرد اهداف دیپلماتیک کشور نیز کمک می کند و ما را برای دیدار با سران کشورهای بزرگ از پذیرش پروتکل‌های بهداشتی تحمیلی آنها بی‌نیاز می‌سازد. پروتکل‌هایی که بعضاً علاوه بر عزت ما، عفت ما را نیز نشانه گرفته است، به خصوص اگر هم خوشگل باشید و هم بود. شما هیچ می‌دانید در برخی کشورها که نمی‌خواهم اسم آنها را بیاورم، برای فهمیدن دمای بدن افراد تبسنج را در کجا قرار می‌دهند، همینقدر بگویم که آنجا نبود زیر بغل یا که دهان، آنجاست که گردد پس شلوار